سال 77 یه رستوران بین راهی تو شمال ایران، یعنی دقیقاً بین چالوس و مرزن‌آباد، به دلیل تخلفات بهداشتی بسته شد. همزمان سه نفر از صاحبان رستوران به علت پخت گوشت غیر حلال به زندان رفتن و دیگه هیچ خبری ازشون نشد. دادگاهشون به صورت غیر علنی پشت درهای بسته برگزار شد و خیلی سریع هم حکم گرفتن. ظاهراً بعد از گم شدن شش نفر در حوالی اون رستوران، پلیس به رستوران مشکوک میشه و پرده از راز جنایتی غیر قابل باور برداشته میشه. غذایی که این رستوران به مشتریهاش میداده با گوشت همون مفقودی ها بوده. به کانال تاپ تیوان خوش اومدین. شما بیننده و شنونده یک پرونده تازه از سری ویدیوهای ما هستید. پرونده آدمخواری در رستوران جاده چالوس. اگه به این سبک از موضوعات علاقمندید، خوشحال میشیم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. پرونده این جنایت وحشتناک که آخر سر هم معلوم نشد تعداد قربانیاش چند نفر بودن، سال 77 باز شد، یا بهتر بگیم سال 77 بسته شد. چون هیچ اطلاعی در دست نیست که چه مدت این رستوران غذاهاشو با گوشت آدم درست میکرده و البته چه تعداد آدمی که بی اطلاع و پرشتها سر میز غذای این رستوران نشستن و با ولع و اشتها کوبیده و چنجه خوردن، بدون اینکه بدونن اینی که دارن میخورن گوشت گوسفند یا گوساله نیست، گوشت آدمه. برای پیدا کردن جزئیات و ابعاد این پرونده مرموز و وحشتناک مجبور شدیم بریم سراغ اخبار سالهای 76 تا 78 تا با معدود اخبار منتشر شده از این پرونده پازل جنایت رو تکمیل کنیم و این ماجرای هولناک رو براتون تعریف کنیم. اولین خبر برمیگرده به سال 76، یعنی پاییز سال 76. خبری که توی نشریه محلی منتشر شد و در اون گفته بود که کارگر 19 ساله مکانیکی بین راهی نزدیک چالوس ناپدید شده. هیچ ردی هم از خودش پیدا نشد و جسدی هم نبود. خانواده‌اش تا مدت‌ها نفهمیدن که اون پسر 19 ساله خودش خونه رو ترک کرده یا بلایی سرش اومده. دومین مورد مفقودی 25 روز بعد از مورد اول گزارش شد. یه دختر 21 ساله و یک پسر 26 ساله که ظاهراً دوست دختر و دوست پسر بودن. یک کلبه جنگلی رو نرسیده به چالوس برای یه شب اجاره میکنن، اما همون شب گم میشن. گم شدنشون رو هم کسی که کلبه رو بهشون اجاره داده بوده گزارش میده. این فرد محلی به اداره پلیس میره و میگه روز قبل یک کلبه جنگلی رو به یه دختر و پسر اجاره داده، اما فرداش که برای تحویل گرفتن خونه رفته دیده ماشینشون جلوی در پارکه، اما از خودشون خبر نیست. اونم ترسیده بلایی سرشون اومده باشه و ماجرا رو به پلیس گزارش داده. تحقیقات برای پیدا کردن این دختر و پسر هم شروع میشه. خانواده هاشون به چالوس میرسن و پیگیر پرونده میشن، اما سرنوشت این دوتا هم دقیقا مثل پسر مکانیک میشه. نه ردی از خودشون پیدا میشه، نه از جنازه هاشون. با مفقودی دوم، فرضیه یک جنایت هولناک توی محدوده خاص از جاده چالوس قوت گرفت، اما هیچ نشونی از سرنخی وجود نداشت و گمشده ها هم هیچ ارتباط و نقطه مشترکی با هم نداشتن که پلیس رو به شخص یا شخصیت خاصی مزنون کنه. کماکان پلیس محدوده‌ای که دو نفر مفقود توش گزارش شده بودن رو تحت نظر داشت. تا سومین مورد مفقودی هم گزارش شد. این بار یه مادر و دختر بودن که به قصد خرید زمین به شمال می رفتن و با یه فروشنده محلی قرار داشتن، اما سر قرار نمی رسن و فروشنده با شماره‌هایی که ازشون داشته تماس می گیره و پیگیری می کنه. اما جوابی که می شنوه اینه که اون دوتا صبح دیروز از تهران به سمت چالوس راه افتادن، ولی خب الان خبری ازشون نیست و در نهایت مفقودی این مادر و دختر هم تو همون محدوده جاده چالوس گزارش میشه. چند ساعت بعد از اعلام مفقودی، خودروی بدون سرنشینشون هم پیدا میشه. محل پیدا شدن خودروی این مادر و دختر درست نزدیک جایی که اون دختر پسر کلبه جنگلی رو اجاره کرده بودن و گم شدن. اینجاست که دیگه پلیس جنایی وارد پرونده میشه تا شاید بتونه پاسخی برای معمای وحشتناک پیدا کنه. اگه تا اینجای ویدیو لذت بردین، ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنار اون رو هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونین. به فاصله 4 ماه، 5 نفر تو محدوده خاص گم شده بودن، ولی هیچ رد و سرنخی ازشون نبود. هر احتمال وجود داشت، حتی قاتل زنجیره‌ای، حتی قاچاق اعضای انسان یا هرچی، اما مجرمای مخفی این پرونده به قدری تمیز عمل می‌کردن که هیچ ردی از خودشون به جا نمی‌ذاشتن. تحقیقات پلیس جنایی هر چیزی رو تر می رفت بیشتر به بن‌بست می خورد و این ترس وجود داشت تا هر لحظه این پرونده وحشتناک یه قربانی دیگه هم بگیره، و همینطور هم شد. این بار نوبتی یه فروشنده دورگرد بود. این فروشنده به همراه پسرش تو همون محدوده بساط داشتن و میوه‌های محلی لب جاده رو می فروختن.
اون معمولا پسرش رو پای بساط میذاشت و خودش میرفت تو جنگل و هرچی گیرش میومد مثل تمشک از گیر یا حتی آلوچه جنگلی میشید و میآورد سر بساط. تو آخرین روزهای فروردین 77 این فروشنده دورگرد هم دقیقاً تو همون محدوده گم شد. شاید براتون سوال شده باشه چطور این پرونده به شدت عجیب و هولناک با حساب رسانه‌ای درستی پیدا نکرد. این پرونده درست در روزهای اتفاق افتاد که صفحه حوادث رسانه‌های ایران درگیر پرونده بود که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و شدت اخبار درباره این قتل‌ها به قدری زیاد بود که مانع شد پرونده جاده چالوس خیلی به رسانه‌ها راه پیدا کنه. شاید هم به دلیل ابعاد وحشتناک این پرونده اجازه انتشارش رو ندادن. دور نشیم از اصل ماجرا و برگردیم به جاده چالوس. توی 6 ماه 6 فقره مفقودی گزارش شده بود. هیچ ردی هم ازشون نبود. آخرین گزینه پیش روی پلیس جنایی برای پیدا کردن راز این معما گشتن وجب به وجب منطقه بود. برای این کار هم از گروه‌های جستجو و سگ‌های آموزش دیده استفاده شد. 4 گروه جستجو شکل گرفت و سگ‌های هر گروه رو هم با لوازم باقی مونده از یکی از مفقودی‌ها آشنا کردند تا سگ‌ها دنبال اون بوی خاص در جنگل بگردند. در کمال ناباوری جستجوی سگ‌های آموزش دیده نتیجه داد و پرونده از راز یک جنایت هولناک برداشته شد. بقایای جنازه و لباس‌های مادر و دختر و همچنین فروشنده دورگرد محلی پیدا شد. البته بقایای جنازه که چه عرض کنم، فقط سر مادر و دختر پیدا شد و خبری از بدن دو جنازه نبود. در مورد فروشنده دورگرد هم تنها لباس‌هاش پیدا شد که زیر خاک دفن شده بود. جستجوی قدم به قدم منطقه توسط سگ‌ها ادامه پیدا کرد و به شکلی عجیب هر 4 گروه جستجو به رستورانی محلی رسیدند که سگ‌ها به شدت نزدیک رستوران پارس می‌کردند. پلیس جنایی خودش رو به محل رستوران رسوند و صاحبان رستوران که 3 مرد حدوداً 40 تا 50 ساله بودن رو مورد بازجویی قرار داد. اما اونا خیلی خونسرد بودن و بی اطلاع خودشون رو نشون می‌دادن. با این حال مرموز بودن اون 3 نفر. بیداره کردن رستوران به دست خودشون و نداشتن هیچ کارگری. شک پلیس بیشتر شد و با دستور قضایی سگ‌های پلیس وارد رستوران شدند. سگ‌ها هرچی بیشتر به یخچال گوشت رستوران نزدیک می‌شدند، بیشتر پارس می‌کردند. که در نهایت پلیس با ظن اینکه گوشت‌ها فاسد یا گوشت یه حیوان ممنوع است، رستوران رو پلمب کرد و گوشت‌های چرخ کرده رو هم فرستاد آزمایشگاه. البته هر 3 نفر رو هم موقتاً بازداشت کردند تا نتیجه آزمایشگاه بیاد. نتیجه آزمایشگاه از گوشتایی که از رستوران بیرون اومده بود هولناک و غیر قابل باور بود. گوشتی که از رستوران در اومده بود گوشت انسان بود. با این نتیجه به دست اومده جستجو در رستوران و پیرامونش ادامه پیدا کرد. باز هم سگ‌های پلیس تونستن لباس‌ها و لوازم مابقی نفرات گم شده رو هم پیدا کنن که هر کدوم یه جای اطراف رستوران دفن شده بودن. بازجویی 3 نفر هم شروع شد و در نهایت هر 3 نفر به قتل 6 نفر و پختن گوشت اونها در رستوران اعتراف کردند. دادگاه این پرونده به فاصله کوتاهی برگزار شد، اما دادگاه پرونده به قدری مشمئز کننده بود که دادگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پشت درهای بسته برگزار شد و متهمین را به شلاق، اعدام و پرداخت دیه محکوم کرد. اجرای حکم این پرونده هم بازتاب عمومی پیدا نکرد و رسانه‌ها از انتشار خبرش منع شدند. فقط اجرای حکم رو به خانواده قربانی‌ها اعلام کردند. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودین. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز هم کانالمون عضو نشدید با عضویتتون از ما حمایت کنید.